درود به همگی گایز، به چنل پوتی پوتک خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو سرشار از انرژی مثبت و عشق بوده داشته باشید. ویدیو امروز بچه‌ها یه سری بازی هستن هیچ کسی نتونسته تمومش یا فقط یه نفر اصلا تمام پایان ندارن و جالب اینه که این بازی برای تو خیلی نوستالژیک کرد ولی هیچ کسی نتونسته این بازی رو تمام کنه. Are you believe it? Yeah I believe it. فارسی کلی کلی کام خب واقعا شی نتونه آخره با این با... الان بهتون نشون میدم پشمتون بریزه بریم کامنت سابیتون نره عاشق یکایتون هم بشه کاملی بریم با این ویدیو جذاب دیدنی هست ببینید. بازیایی رو اصلا نمیشه تبوب کرد، پایان ندارن لاشی ها. آیا تا به حال شده یه بازی رو شروع کنید و اصلا نتونید تا آخرش برید و بازی رو تموم کنید؟ الان همه تو میگید نه نشده، ما همه بازی ها رو تموم کردیم ماشاءالله ببین. ولی یه سری بازی هستن که شاید تو دنیا فقط یک یا دو نفر تونسته باشن تمومش کنن ولی بقیه سالها عمرشون رو هدر دادن که فقط تمومش کنن ولی متاسفانه نتونستن. مثلا خود من سر خیلی از بازی ها عمرم رو تلف کردم. حالا مثلا خفن در این بازی که خیلی سرش عمرم رو تلف کردم دو تا دو الان بر طبق این الان استیم منه. ببینید من دو تا دو رو 7776 ساعت الان میشه 777 ولی میگه 776 ساعت پلی دادم. یعنی اینو اگه ببری تو ضرب و تقسیم میدونی چقدر قرارشه؟ ببین 324 روز، یعنی تقریبا یک سال بدون استوب بازی کردم. 324 روز. بر اساس مطالعات ثابت شده که هر جوون تو کل دنیا تقریبا 6 ساعت تو هفته بازی میکنه. این البته با کشورهای مختلف متفاوت تر میشه بچه. مثلا توی آمریکا روزی 7 ساعت یه جوون وقتش رو صرف بازی میکنه. 7 ساعت ما میگیم 11 ساعت میخوابه میشه 18 ساعت، یعنی فقط 6 ساعت وقت داره به زندگیش برسه. بعد در مورد عدالت خودم حرف میزنه که چرا نشد چرا نمیشه. 7 ساعت در روز میدونید یعنی چی؟ یعنی قشنگ نصف عمر بر فناست. تو 7 ساعت تو روز بازی کنی، 7 ساعت هم اصلا بخوابی، چقدر وسط میمونه؟ فقط 10 ساعت. 8 ساعتش هم میخوای کار کنی با حقوق مینیمم 16 دلار. من میگم 16 دلار فقط به خاطر اینجا. بر طبق گزارش CNN هم یک مرد تایوانی 3 روز آنلاین بدون استوب بازی کرده و مرده. خدا بیامرزدش. چیز عجیب‌تر اینه که پلیس گفته که ما وقتی رسیدیم اونجا بقیه افراد براشون مهم نبوده این مرده و داشتن بازی میکردن تو اونجا. خلاصه امروز قراره ببینیم چه بازیایی اصلا پایان ندارن و اگه بازیشون کنی عمرتو تلف کردی. فلاپی بیرد یک بازی بسیار ساده که توسط دون گوین از کشور ویتنام طراحی شده و فقط در عرض یک هفته مثل بوم تو کل جهان سر و صدا کرد. بر طبق گفته های شرکت سازنده ساخت این بازی فقط چند روز بیشتر طول نکشیده و اسم اصلی این بازی در اصل فلاپ فلاپ بوده، اما چون دقیقا یک بازی دیگه با همین اسم در اپ استور بوده مجبور میشن تا اسم بازی رو به فلاپی بیرد تغییر بدن. در ماه می 2013 این بازی برای اولین بار در اپ استور قرار میگیره و تو اکتبر حتی هیچکی نمیدونست چنین بازی هست، ولی بعدش اتفاقاتی افتاد که این بازی به شدت در جهان وایرال شد و هر کسی در صفحات مجازی داشت در مورد این بازی حرف می‌زد. کاربران میم های خیلی زیادی از این بازی ساختن. چرا؟ چون به پایان رسیدن این بازی واقعا غیر ممکن بود. حتی یک بازیکن گفت یک ساعت و نیم براش زمان برده تا فقط 5 امتیاز به دست بیاره. همه میگفتن من از این بازی متنفرم، ولی نمیتونیم بازی نکنیم به خاطر اینکه هیچ کس اعصاب کافی نداشت. اعصاب نداشتن روی این بازی رد کردن و تموم کردنش رو یه چیز محال کرده بود، ولی بالاخره یه نفر تونست به آخر این بازی برسه و بازی دقیقا از همون جایی که شروع میکنی تموم میشه. بعد از امتیاز 999 شما ماریو رو میبینی و بازی تموم میشه. چیز عجیب اینه که این شخص رسیده به گول آخر و مرده نتونسته بازی رو تموم کنه.
بازی پکمن که معرف حضورتون هست. پکمن رو همه میشناسید. زیبایان، پکمن یکی از بازی‌های مهم تاریخ محسوب میشه که توسط یک فرد ژاپنی در سال 1980 که صاحب شرکت نامکو بوده برای آرکید ساخته شده. این بازی شهرت خیلی جهانی داره. حالا اینکه چجوری بازیش میکنن؟ خب گایز، ولوم میدیم. ببینید، ما باید این نقطه ها رو بخوریم و اگه این سفیده رو هم بخوریم یه چیزایی به اون میده. یعنی حالا چند تا مرحله است، چجوریه، چرا اینقدر این بازی سخته و تمومی نداره کاملا واضحه. سازنده های این بازی گفتن که این بازی اصلا آخر نداره و تموم نمیشه، ولی خب ریدن. چرا؟ چون باورشون نمیشد که یه نفر این بازی رو تموم میکنه و لو میره که تب. یه نفر تا مرحله 255 میرسه. برای این کار باید چندین ساعت پشت هم بازی کنی تا به این مرحله برسی و این مرحله هم رد میکنه میره به مرحله 256. ولی تو مرحله 256 بازی کلن ارور میده، چیزی که سازنده ها هم نمیدونستن. حالا با اسکور چقدر؟ 3,333,360. بعد از لول 255 سمت چپ صفحه درسته، ولی سمت راست باگ میزنه و بعدش گیم برمیگرده به لول 1. ولی این دفعه این لول 1 با سرعت بیشتری. حالا اگه این لول هم رد کنی چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته و بازی از اول تکرار میشه. بازی تتریس. شاید اسمش براتون ناشنا باشه، ولی وقتی بریم بازی رو ببینیم همه تون این بازی رو انجام میدید. همه اصلا امکان داره کسی بزنه کار بشه. امروز ما در مورد خیلی از بازی ها و سازنده ها صحبت کردیم. البته این سازنده ها حتی به خودشون زحمت نداده بودن تا یک پایان شایسته برای بازیشون داشته باشن. بنابراین قطعا شما انتظار خاصی از این بازی که الان قراره در موردش حرف بزنم ندارید، چون یک بازی ساده است. البته اینو فراموش نکنید که این بازی های ساده حاصل یک ذهن بسیار کارآفرین بوده که تونسته این همه تو کل دنیا بترکه و معروف شه. تو این بازی فقط باید چند تا بلوک رو روی هم بذارید. اما یک چیز خیلی جالب در مورد این بازی وجود داره، اینکه دو تا بخش پایانی داره، یعنی دو جور مختلف تموم میشه. یکی از این پایان ها توسط چند شخصیت کلاسیک بازی ویدیویی و یک کلیسای پیکسلی احاطه میشه که گنبدهای این کلیسا به حالت پروازی میرن به سمت بالا و از صفحه نمایش خارج میشه. پایان دوم چه شکلیه حالا اگه گفتید؟ مسلما نمیدونید بعدی. تو پایان دوم معبد به طور کامل پرواز میکنه و همه اینها با یک موسیقی شاد همراه. و بعدش به خاطر اینکه اسکور بالایی زدید، این بازی به شما پیشنهاد میده که اسم خودتون رو تو لیست امتیازها بنویسید. اون موقع بازی دادن و دو تا بخش پایانی. اون کسایی که میخوان بگن که ما این بازی رو تا تاش رفتیم و رفتیم تو های اسکور. برخلاف بازی های قبل، این یک بازیه که تو جهان خیلی معروفه و هر کار برای کروم این بازی رو میشناسه. حالا چجوری اصلا میشه این بازی رو کرد؟ یعنی انجام داد؟ حالا فرض میگیریم به دلایل نامعلومی اینترنت شما قطع میشه یا خودتون میتونید اینترنت رو قطع کنید تا به شبکه دسترسی نداشته باشید. به همین دلیل کروم یک بازی ساده تک نفره رو که همین بازیه رو به شما نشون میده. دایناسوری پیکسلی که باید بدوه و از رو سکوها بپره تا امتیاز کسب کنه. مطمئنا وقتی اینترنت قطع میشه و این بازی رو میکنید بسیار سرگرم کننده است تا اینترنتتون وصل شه. برای اولین بار این بازی در سال 2014 ظاهر شد که البته مشکلاتی هم داشت. به عنوان مثال در دستگاه‌های اندروید قدیمی همه چیز به طرز وحشتناکی خراب بود. به همین دلیل سازندگان مجبور شدن بازی رو دوباره برنامه نویسی کنن. تا جایی که الان اصلا کرومو بدون این بازی دایناسوری نمیشه تصور کرد. تو سال 2018 این بازی 270 میلیون بار تو یه ماه پلی شد. کار به جایی رسید که سازندگان مجبور شدن به مدیران شرکت این فرصت رو بدن تا بازی رو غیر فعال کنن. چرا؟ مشکل از کجا بود؟ مشکل اینجا بود که بچهای مدرسه حتی بزرگسالان که قبول کار کنن تو این بازی بودن. اما این بازی مانند هر بازی دیگری پایانی داره. به نظر شما پایان داره؟ نه جدی، چی فکر می‌کنی؟ دایناسور هی سریع‌تر و سریع‌تر می‌دوه. روز شب میشه و شب روز میشه.
باشه. به گفته ادوارد، یک مهندس گوگل، برای اینکه این بازی تموم شه باید 17 میلیون سال بازی کنه. 17 میلیون سال اصلا نمیشه. حالا یه دیوونه اومده یه دستگاه درست کرده، تو اینستا هم بوده، اصلا لازم نیست با دست بازی کنی. این دستگاه خودش تشخیص میده کی باید بکنه، ولی اون دستگاه هم نمیتونه 17 میلیون سال بازی کنه. خب گایز، اینم از ویدیو امروز. واقعا این بازی من که هیچ وقت تمامش نگم، نمیدونم حالا بعضی بیره دو کانت تمام کردن، شاید تمام کردن، ولی واقعا اون بازی آخری که اصلا نمیشه تمام کرد، یعنی اون نمیتونه ادیت داشته باشه. 10 میلیون سال اصلا چنین چیزی امکان نداره. فیلم و کتاب امروز. You've done it all, baby. There's nothing left to prove. از فیلم کتاب امروز. امیدوارم از این ویدیو لذت برده بوده باشید. ما هر شب ویدیو داریم بین ساعت 8 تا 1. اگه اتفاقی بیفته میشه دو. ولی نه، بین 8 تا 1 قطعا ویدیو داریم. عاشقتم. قرار نیست یادت بره، ولی قراره که به تخمت بشه. تعامل کن. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.